بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. شخصی به امام جواد علیه السلام نامه نوشت و در این نامه عرض کرد به امام که من پدری دارم ناسویه، خیلی تند، بد اخلاقه، اگه صلاح میدونی برای من دعا کن، یه راهکاری بگو من با این پدر باید چیکار کنم. حضرت در پاسخ به جواب این نامه فرمودن نامتون رسید، من دعا میکنم براتون، ولی صلاحت صبر کنی، مدارا کنی با پدر. در رابطه با احترام والدین به چند نکته اشاره میکنم. یه نکته این که رعایت حقوق والدین واجبه، چه اینکه اونا خوب باشن چه بد باشن، چه فقیر باشن چه ثروتمند باشن، چه مسلمان باشن چه کافر باشن، چه خوبی کرده باشن چه خوبی نکرده باشن، چه زنده باشن چه مرده باشن، در هر صورت احسان به والدین واجب. نکته دوم، حفظ احترام پدر و مادر و رعایت ادب و معاشرت با اونها در معاشرت با اونها لازمه. فرمودن اون چه که در اطاعت پدر و مادر واجبه اینه که معاشرت نیکو، احسان به والدین، معاشرت خوب داشتن. نکته دیگه این که گرچه احترام پدر مادر واجبه اما در پیری تأکید بیشتری شد، اون موقع بیشتر نیاز دارن، در سن پیری که بیشتر نیاز دارن بیشتر سفارش شده. نکته دیگه عرض کنم، شاید 10 مسئله شرعی داریم که تو این مسائل شرعی حرف پدر مادر مقدمه، حرف پدر مادر مقدمه. من چند نمونهش اشاره بکنم. یکی از اینها اینه که نماز جماعت مستحبه اما پدر مادر میتونه امر کنن و این واجب بشه، میتونن جلوگیری کنن، یا سفر به صورت طبیعی مباهه اما اگر اذیت پدر مادر باشه حرام میشه، روزه مستحب به روزه مستحبی گرفتن اما میتونن پدر مادر جلوی روزه مستحبی رو بگیرن و امثال اینجور موارد هست که نشون میده چقدر پدر مادر در احکام شرعی نقش دارن و اهمیت دارن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.